سلام دوستان فرهاد هستم و با یه برنامه آموزشی دیگه در خدمتتون هستم امروز قسمت دوم چجوری تمرینات بدنسازی مشخصی رو به خودمون بدیم و چجوری استاد خودمون باشیم یا به یه هنرجوی دیگه تمرینات بدنسازی بدیم رو مورد بررسی قرار میدیم بدون وقفه لیتس گو لطفا اگه قسمت های قبلی این ویدیو رو نگاه نکردید لینکش رو میذارم توی قسمت یوتیوب کارت و اونجا پیداش کنید و اون ویدیو هم تماشا کنید چون وسط این ویدیو شروع کنید خب یه جوری گیش کننده خواهد بود حالا که هدف رو مشخص کردیم و میدونیم هنرجومون یا خودمون مثلا چه تمرینی میخوایم انجام بدیم و چه تعداد جلسات نیاز هستش برای تمرین بدنسازی حالا باید بریم ببینیم چه نوع تمرینی رو ما میخوایم انجام بدیم اینجا یه ذره بحث موشکافانه تر میشه و خیلی هم مهمتر میشه یادتون نره از اینجا به بعد یه استاد رو میسازه که میتونه بهتون برنامه بده انواع تمرینات بدنسازی که میتونید انجام بدید تمرینات قدرتی هستش یعنی مثلا شما مثل وزن بردار فرض کنید میره روی سکو یه بار وزنه رو میبره بالای سرش میندازه زمین ده تا نمیزنه که یک بار انجام میده اون 100 درصد قدرت اون ورزشکار هستش شاید هم حتی بیشتر از صد درصد می میرسیم که چرا بیشتر از 100 درصد منظورام هستش یعنی یک بار میتونه اون حرکت رو انجام بده به خاطر همینم هم خیلی سنگین میزنه دیگه تمرینات استقامتی بدنسازی داریم یعنی تعداد بالاتر میخواید بزنید با سرعت بیشتر استراعت ها کمتر هستش و تمرین بعدی که خیلی ها میرن مثلا 90 درصد از کسایی که میرن باشگاه بدنسازی یا با وزنه میخوان تمرین کنن تمرین هایپرترافی انجام میدن یعنی تمرین حجم ازولانی انجام میدن اگه این ترجمه خودم هستش دیگه حالا نمیدونم شما شاید ترجمه بهتری پیدا کنید تمرینات هایپرترافی انجام میدن اون تمرینات چیزی هستش حدود مثلا 8 تا 12 تا تکرار انجام میدن خب وقتی 8 تا 12 تا تکرار انجام میدید قطعا دیگه اون وزنه سنگین رو نمیتونید بزنید تمرینات دیگه هم داریم مثل مثلا استقامتی قدرتی یا مثلا استقامتی انفجاری سرعتی که خب اینا مثلا میتونید مثل تمرینات سرعتی خیلی سخت هستش توی باشگاه بدنسازی تمرینات سرعتی انجام بدید چرا میتونید مثلا سریع اسکات بزنید ولی خب این خیلی تفاوت داره دیگه شما هر سریع اسکات بزنید سرعت رو اونقدر نمیتونید پیشرفت بدید توی بدنتون با توجه به اینکه مثلا استارت 100 متر بزنید خب اون خیلی انفجار اون لحظه سرعتی خیلی زیاده دیگه مایچای سرعتی رو اونجا بهتر میتونید تمرین بدید در نتیجه توی باشگاه بدنسازی معمولا سخت است که سرعت رو تمرین بدید قدرت استقامت و هایپرترافی رو خوب میتونید انجام بدید سال به وجود میاد ما کی چه تمرینی رو انجام بدیم یعنی کی قدرتی کار کنیم کی استقامتی کی هایپرترافی اینجوری هستش که شما باید فرض کنید مثلا اگه یک سال شما میرید تمرین در طول این یک سال باید دو تا چهار ماه رو مثلا قدرتی کار کنید بعد یکی دو ماه تا سه ماه استقامتی کار کنید حدودا 6 ماه هایپرترافی کار کنید و در طول یک سال باید دائما تغییر بدید برنامه تمرینیتون رو مثلا میتونید حتما نباید اینطوری باشه که هر سه ماهش رو قدرتی کار کنید میتونید مثلا دو ماه قدرتی کار کنید چهار ماه دوباره هایپرترافی کار کنید یه ماه استقامتی کار کنید ببینید چی میگم دیگه ولی میتونید بگید که مثلا حدودا دو تا چهار ماه قدرتی دو تا چهار ماه استقامتی و حدودا پنج شیش ماه هایپترافی یادتون نره یه نکته آخر ویدیو خب همه نکات رو میگم ولی یادتون نره اینجا یه نکته میگم هایپترافی رو میتونید حدودا بیش تا یک سال یک سال و نیم تمرین کنید اونجا دیگه روی تراکم استخونی شما و نوع ماهیچه هاتون یعنی تغییر شکل ماهیچه هم خواهید داشت این خب بحثش فرم میکنه دیگه این هایپرترافی نیست که یه حرفه انجام میده این هایپرترافی معمولا اینجوری باستون بگم اگه شما دقت کنید اونایی که اول شروع به تمرین میکنن همینجوری میرن سمت باشگاه و میبینید بعد دم باشگاه رد میشه فردا شما متوجه میشید که رفته باشگاه هایپرترافی انجام میده دیگه میره مثلا باشگاه بدنسازی 8 -12 تا دوازده تا میزنه مثل کاری که همه می انجام میدن ولی شما تغییر رو سریع درش میبینید چرا؟ به خاطر اینکه تا یک سال یک سال و نیم تأثیر خودش رو میذاره روی یه شخصی که مبتدی هست که تازه شروع کرده به تمرین و این باعث میشه که همیشه رشد داشته باشه اینطوری براتون بگم ولی بعد یک سال و نیم شما میبینید که دیگه رشد نمیکنه یه جوری انگار استوب کرده یا خودتون هم شاید مثلا اینو حس کرده باشید بعد یه مدت شما دیگه هیچ رشدی نمیکنید یه جوری استوب میکنید اونجایی که هستید چرا این هستش به خاطر اینکه دقیقا شما این کار رو انجام نمیدید شما باید تمریناتتون رو دائما تغییر بدید یعنی شما وقتی میبینید که توی هایپرترافی استوب کردید باید تمرینات قدرتی انجام بدید چرا به خاطر اینکه تمرینات قدرتی تعداد خیلی پایین انجام میدیم حدود یک تا سه تا تکرار برای هر ماهیچه انجام میدیم توی هر تمرین این باعث میشه که این باعث میشه که شما تقسیم ماهیچه داشته باشید نه به اندازه خیلی زیاد ولی تقسیم ماهیچه با حجم ماهیچه تفاوت داره شما مثلا فرض کنید بافت جلو بازو شما ماهیچه, ماهیچه ها کلا یه حالت دراز شکل مثل تناب مانن میمونن فرض کنید یه دونه ماهیچه شما دارید وقتی هایپرترافی تمرین میکنید کربویدرات و آب و پروتئین میرن داخلش و حجمش بیشتر میشه ولی وقتی شما تمرینات قدرتی تمرین میکنید یه سری از مایچه هاتون تقسیم میشه یعنی بیشتر شما مایچه میارید چرا حالا فرض کنید شما یک سال رفتید تمرین قدرتی انجام دادید بعد میاد چیکار میکنید بعد میایید تمرین یک سال رفتی تمرین هایپرترافی انجام دادید حجم مایچه شما زیاد شده یعنی مایچه هاتون مثلا نازک بودن حالا الان حجمشون زیاد شده بعد اونجایی که شما استوب میکنید دیگه پیشرفت نمیکنید ترمینات قدرتی انجام میدید اینجا چی میشه؟ مایچه تقسیم میشه میشه دو تا مایچه نازک بعد که شما دوباره مای... هایپرترافی انجام بدید دو تا مایچه زخیمتر دادید دیگه یعنی در اصل شما حجم بیشتری میارید یعنی اگه شما مثلا یک سال و نیم همینجوری پشت سر هم هایپرترافی انجام بدید بعد میبینید که استوب کردید اگه شما یه دوره قدرتی بدید بعد از اون بیشتر رشد میکنید میدونید چی میگم دیگه حتما اینطوری نیست که توی بزرگسالان اینطوری نیست که کامل تف... تقسیم مایچه انجام بشه توی همه مایچه هاشون توی یه سری خیلی کم انجام میشه چون مایچه معمولا زیاد تقسیم نمیشه توی سنین بزرگسالان و اینا ولی باز میدونید چی میگم دیگه خیلی تاثیر بیشتری خواهد داشت از اینکه شما سالیان سال حجم تمرین کنید و همینجوری استوب کرده باشید نحوه تمرین چطوری میتونه باشه مثلا مثال براتون بگم میتونید شما همونطوری که قبلا گفتم میتونید بالا بدن پایین بدن حوازی تمرین کنید این برای سلامتی بود میتونید شما بالا بدن پایین بدن بالا بدن پایین بدن تمرین کنید یه تمرین دیگه داریم به نام پوش پول لگ یعنی تمرینات پوش رو انجام میدیم مثلا فرا سینه که میزنید تمرین پوش حساب میشه ولی وقتی مثلا زیر بغل میخواید بزنید و مایچای رو تمرین کنید این تمرین پول حساب میشه میکشید به سمت خودتون توی پرس از خودتون انگار دور میکنید مثلا اگه شنا میخواید برید همونطور حساب میشه میدونین چی میگم ولی بارفیکس تمرین پول حساب میشه خودتون یه که میرید باشگاه نگاه کنید خیلی از تمرینات رو شما میکشید به سمت خودتون تو مثلا کراسوور و اینا شما یه وزنه ای رو انگار میکشید به سمت خودتون تو یه سری از تمرینات دیگه یه چیزی رو انگار فشار میدید انگار از خودتون دور میکنید اونا تمرینات پوش هستش و میاد تمرینات پوش و پول رو برای بالا بدن استفاده میکنن تمرین سوم میفته لک که پاها رو تمرین میدن یعنی کل پاها رو تمرین میدن دیگه یادتون نره هیچ ایدادی نداره که شما دو بار در هفته پا بزنید میدونم خیلی از ایرانی ها پا نمیزنن خب دوست ندارن دیگه یه جوری اه زیادم چیری بگم موقعی که فقط میخواید خوب به نظر برسید زیاد تفاوت نمیکنه کنه به خاطر اینکه اکثر هم بیرون شلوارک باشون نیست ولی ما ایرانیا پای خیلی خوبی داریم تمرین که میدیم پاهامون واقعا تفکیش خیلی خوب میشه پادی چوپان رو نگاه کنید پاش یکی از استعدادهای بزرگ دنیا هستش و مرحوم به طلا مثلا پاهای بسیار حجیم و قشنگی داشت میدونی چی میگم دیگه استعداد ژنتیکیمون توی پاها خوب هستش ولی متاسفانه خیلی زیاد تمرینش نمیدن لطفا پارم تمرین کنید به اندازه کافی تمرینات تفکیک ازوله چجوری هستش شما مثلا میاد روی یه دونه ازوله کار میکنید یعنی امروز من میرم سینه کار میکنم خب ولی من نمیتونیم یه روز بریم سینه کار کنیم روز بعدی بریم جلو بازو کار کنیم روز بعدی بریم شکم کار کنیم باید دائما توی راه باشیم و دوازده بار باید در هفته تمرین کنیم دیگه خب این امکان پذیر نیستش چیکار باید بکنید اینجا میاد یه سری از 4 رو استفاده میکنید یعنی مثلا یه تمرینی که خود من استفاده میکردم این هستش که سینه و جلو بازو چرا جلو بازو رو با سینه مچ میکنم؟ به خاطر اینکه وقتی من سینه تمرین میکنم پشت بازوام خسته میشه و درگیر هستش دیگه تو پر سینه مثلا ولی جلو بازو زیاد درگیر نیستش یعنی جلو بازو کاملا استراحت داشته برای خودش همون جلوی هیچ کاری انجام نده تقریبا توی تمرین میایید اینجا جلو بازو رو تمرین میدید دو تا دلیل خوب داره یکی اینکه میاد با پشت بازو شما انگار هر دوتا رو تمرین دادیم چون توی پرسینه خب مثلا جو پشت بازو رو هم تمرین دادید دیگه تو تمرینات سینه کلا و اینکه مایچه خسته نیستش میتونید کاملا ازش استفاده کنید و نتیجه بهتری بگیرید تمرین بعدی که من مثلا روز بعدی انجام میدم تمرینات پشت بازو انجام میدم و تمرینات پشت و زیر بغل رو انجام میدم یه روز دیگه تمرین پا انجام میدم و روز چهارم معمولا من سرشونه میزنم شکم رو انجام میدم و اگه وقت بشه ساغم میزنم رو اون روز که چایی باشه که مثلا شما در طول هفته زیاد تمرینش نمیدید اونجا میتونید بهتر تمرینش بدید چون سرشونه مایچه کوچیک هستش سریع میتونید تمرینش بدید بعد میفته شکم رو باید تمرین بدید چون خب باید تمرین بدید دیگه خیلی ها میرن شکم نمیزنن یادتون نره شکم بزنید به خاطر اینکه این باعث میشه بدنتون تعادلش رو بهتر خوب حفظ کنه نه فقط تعادل وایسادن و تعادل فیزیکی یعنی فیگور شما بهتر به نظر میرسه و ساقم تمرین کنید ساقم هم ژنتیک هستش خیلی ها رنج میبرن از جمله خود من ولی تمرین کنید دیگه تمرین کنید که نگن که شما تمرین نکردید میگید که تمرین کردم نشد <applause> خب این تمریناتی که گفتم کی باید چه مدل تمرینی رو انجام بده مثلا هنرجو زن هستش مرد هستش یا مثلا چه زمانی باید انجام بده بهترین کار این هستش که آزمایش کنید یعنی یه مدت یه دوره یه ماه مثلا اون نوع تمرین کنید بعد دیدید مثلا جواب خوب جواب نداد تمرینات رو تغییر بدید و یه نکته هم اینجا بگم سعی کنید اکثرا یک ماه یک ماه و نیم تمرینتون رو تغییر بدید یعنی اگه هایپر ترافی هم دارید انجام میدید یعنی ما سازی حجم ازولانی دارید انجام میدید برنامه رو باید عوض کنید تکنیک های دیگر رو بزنید هر روز مثلا 6 ماه گفتیم ترافی انجام میدیم کل 6 ماه نباید برید پرسینه بزنید 4 ست مثلا پرسینه بزنید بعد برید کراسوور بزنید بعد برید دمبل بزنید یه باترفلای هم بزنید و بعد برید جلو بازو اینو 6 ماه اینجوری تمرین نکنید هر دفعه برید تمرینات مختلف مدل های مختلف شروع کنید میتونید میدونید چی میگم دیگه امکان بی نهایت دارید شما های مختلف انجام بدید خب یه قسمت دیگه هم به پایان رسید لطفا حواستون باشه که هفته دیگه ویدیوهای بعدی میاد تا اون موقع این ویدیو رو که الان نگاه کردید و ویدیوهای قبلی رو لطفا قشنگ نگاه کنید و موشکافانه رو یادداشت کنید یه جا نکاتی گفته شد و سعی کنید که اونا رو توی عمل هم اجرا کنید کانال رو سابسکرایب کنید توی کامنت ها نظرات پیشنهادات و سوالاتتون رو بپرسید و ویدیو رو هم لایک کنید تا برنامه بعدی خداحافظ